بیاین از اینجا دیگه خودتون بریم بهتره. اینا دیگه همه خاک و گل و ما از اینجا دور بزنیم. اینجا اولش ببینید. گفتم اگه واقعا صدای ما رو میخواد یک کسی بشنوه جواب بده صحبت کنه، وگرنه اونقدر صحبت کردیم دیگه سرامون خالی. هیچ کس به فکر ما نیست، هیچ کس به فکر نیست. آدمای ضعیف و آدم حساب نمیکنن. آدمای مثل ما باید بیفتن بمیرن. اون طرف جای ستونه، یعنی اینجای الان اگه قطعه ساخته بود تا جای ستون میمد خانه ماینه ای برای جای ماشین. یعنی یک راه 10 سال ما همین قسمت رو گاز نداریم. 10 ساله الان هم که 300 خانوار توی روستا هستن گاز ندارن. هر روزم یک روز نمیدونم 250 تومن برای پلیس ساختمان میگیرن، 300 تومن برایش به خدا قرض کردیم، نداریم که بدیم. خب این هم راهمون، روز 300 تا از این ماشینای بزرگ داره مره و میاد، جرئت نمیکنیم راه بریم، سخته، به خدا نداریم. یعنی یک مسئولی اگه خواست به فکر ماها باشه کار دنیا و آخرتش درسته، ولی هیچ کس به فکر نیست. حالا نگاه اون طرف خونه مایه، اونم اونجا هم لوله گازه. خب حسنزاده 3.2 اینجا 12 سال ما بیگازیم. این یه لوله گازه، اونجا هم یه لوله گازه، خونه ما همین پشت. چقدر فاصله است؟ 12 سال ما بیگازیم. ما هم هموطنیم، شهروندیم، ما هم هموطنیم با خواهر دینی شما هستیم. هر جا میریم میگن نه یک هفته دیگه، یک ماه دیگه، ولی 12 سال طول کشیده. همون یه هفته، یک ماه، 12 سال نگاه کنی. فقط همین راه رو گذاشتن، میگن اون ور توی تر نیست، این ور توی. این یعنی چی؟ ما انسان هستیم یا نه؟ کشوری که سرمایش همش گازه، یعنی ما که مال همین کشور هستیم ازش محروم باشیم؟ برای نفتم که الان ما یک ماه رفتیم شرکت نفت مدارکامونو درست کنیم، نفتم انقدر زنگ زدیم دیشب نفتی آمده نصف رو داده نصف رو نداده. یا مثلا الان یک سیلندر گاز 120 هزار تومان بازار خواسته باشیم بخریم برای گازمون میمونیم، بعضی وقتا آتیش میکنیم، زغالش میبریم تو خانه برای گرم کردن و روش چای و غذامونو درست میکنیم. به والله نداریم. اگه میداشتیم توی 10 سال مفروختیم میرفتیم جای دیگه. 200 تومان برای چی بدین؟ 300 تومان برای چی بدین که یک مهندس میخواد بیاد بازدید بکنه؟ اگه می داشتین 70 متر 60 متر زمین، من 10 سال پیش اومدم اینجا خریدم، اینا همه بیابون بوده. می رفتم یه جایی که همه چیز آبادی داشته باشه. آره به دهیاری گفتیم، شورا گفتیم، شورا میگه یک ماه دیگه گاز میاد، بعد دهیار میگه 3 ماه دیگه گاز میاد. سقف این خونه رو ما پارسال گچ کردیم. ببینیم بالا آب گرم کنه. هرچی هم فایل گذاشته بیور کردیم، بیور کردیم، فایده نداره. پارسال ما این خونه رو گچ کردیم، یعنی این خونه فکر میکنید 10 سال پیش گچ شد. وضعیت واقعا خراب. پارسال بچه‌ام به خاطر همین بخاری نفتی سوخت. ما کرسی گذاشته بودیم، بعد ما خواب بودیم، ساعت 8 نیم بود. 8 نیم علی ما برادر منم بیدار کرد، گفت خانه پر دود بود. خانه پر دود، هم چوب رو سوزونده بود، هم سه تا پتو رو با هم دیگه. گازم من ندارم اصلا. با همین من غذا درست میکنم. پکنیک هم ندارم، با همین چای و غذا درست میکنم. الان پلیس ساختمون میاد برای این افرادی که اومده داخل باف، داخل بافت روستا، چرا جلوی اونا رو مثلا نمیاد جلوشون نمیگیره، نمیگه نسازین اینجا تو حریمه. پلیس ساختمون مسئول اینجور کاراست دیگه، چرا نمیاد؟ میاد فقط بقیه جاها مثلا پول نقشه کشاشون رو میگیرن چیز میکنن، ولی بقیه الان بریم بالای میلان ببینین چقدر دارن ساخت و ساز انجام میدن. قطعاً بدون تذکر دادن. خب منتهی مراتب اینا دیگه در شبانه ایام تعطیل، فارغ از اینکه مثلا میگم الان مثلا میگم کسی نیست، زمانهایی رو انتخاب میکنن. من دیدم که دیوار کشی رو به 48 ساعت انجام دادن. بنیاد مسکن میگه به من بگو حریم تا کجاست، تعیین حریم باید بشه. یا آقا مثلا میگم شما 20 متر که داری میگی قانونا به من بنویسید کاهش حریم انجام دادی. شرکت گاز میگه من نمیتونم، اگه خدایی نکرده انفجاری اتفاق بیفته هیچ کس پاسخگو نیست. اومدن از همه کسایی که میلان هستن تعهد محضری گرفتن اگه چنانچ اتفاقی بیفته اداره گاز هیچ تعهدی نداره. بعد از پیگیری که نماینده مجلس انجام داده بوده، گفته بوده بعد از مثلا از حریم 200 آوردن به 20، از 20 به بعد گاز بدن. چرا دهرود تا فاصله 10 متری از گاز دادن، ولی به اینجا که رسید گفتن نمیشه، گفتن یه ماده بوده اومده سریع هم بسته شده. قرار بر این هست کاهش حریم که اتفاق بیفته زمانی که ایستگاه‌های تغییر فشار رو بزنن. به همین خاطر نمیاد مکتوب بنویسه. این میگم این اختلافیه که بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت خط انتقال گاز هست.
ما یک صحبتی شد با آقایون، گفتیم آقا شما اگر به ما اعلام کنین حریمتون رو کم کردین، ما داخل طرح‌های هادیمون حریم اصلاح شده شما رو میذاریم، مشکل اینا حل میشه. یعنی روستاهایی من دیدم گاز ندارن که حداقل نه برقی نه آبی، مثلا حداقل 300 کیلومتر 250 کیلومتر از مرکز شهر، اینجا که مشهد دیگه بابا 1 کیلومتر، مشکلشون چی؟ مشکلشون با هم دیگه هر کنم به مردم بدن گاز دیگه، مگه چقدر کار داره واسه مرد، واسه کسی خواسته باشه؟ یه خودکار میخواد امضا کنه آقا اینجا رو گاز بدین، بیان وضعیت این مردم رو نگاه کنه خدا وکیلی. اینا همه به خاطر اینکه تو وضعیت تورم اقتصادی رفته بالا نمیتونن کار کنن. نگاه پدر من اونجا نشسته به خاطر بیماری ام اس، ما از تو شهر اومدیم اینجا به خاطر خرج نداری و بدبختی، بعد حالا مثلا اینجا به خاطر سرما با اونجا بشی تو آفتاب، تو خونه گاز نیست. ساله با نفت داری منو زندگی، اون هم به چی سختی و گرفتاری و مشکلات. نفتن که الان گفتم بهتون نمیدیم، خودتون باید بیان دم شعبه توی شهر وسط شهر نفت بگیریم ببرین، نه حواله اینه هیچی. بعد دیگه ما الان چجوری باید زندگی کنیم؟ الان دو ساله پکنیک 30 تومن بگیریم، کپسول 60 تومن بگیریم، از کجا بیاریم؟ چرا مثلا چقدر راهی مثلا دو تا میلان پایین گاز باشه اینجا گاز نباشه، یا لوله گاز اینجا باشه ما بی گاز باشیم؟ خلاصه سخه خانم شما بگن این تا زمانی که شرکت گاز حریمش کم نکنه هیچ کسی نمیتونه داره یا کاری انجام بده، چون هیچ مقامی و مسئولی جرأت این که خواسته باشه بیاد مجازات بده و داخل حریم شرکت گاز به اینها خدمات نخواهد داد. مگر اینکه شرکت گاز اعلام کنه من حریمم رو کم کردم، این آدم مسئله برو شما تحت و اطلاق ما منجام وزیفه بکنه.